خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. الوعد وفا. چند روز قبل، هم هفته گذشته هم امروز، در برنامه قبلی بهتون قول دادیم که با آقای محسن ابراهیمی خواهیم بود. فرد شناخته شده ای هستن. متاسفانه بعض وقتا میبینید که یک گوشه ای، مثلا خود من آشنایی نداشتم با اینها تا از طریق دوستان آقای آذری و آقای یزدی آشنا شدم. ویدیوهای ایشون رو دیدم و بحث های جالبی دارن. حتما دیدن اون ویدیوها رو به شماها هم پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم. ولی امروز از فرصت به اصطلاح میخوام بگم سوء استفاده، فرصت رو غنیمت میشمریم و از خودشون میخوایم که به من و شما توضیح بدن که آقای ابراهیمی کیست و امروز چرا از ایران بیرون هستند. و بعد از اون سوالاتی درباره این تاپیک داغی که الان هست، اتفاقا برای ایشون نوشتم، ما قبل از این که بدونیم آقای ترامپ به فرانسه میره و این ماجرای ناسیونالیست اونجا ایجاد دردسر میکنه و اینها، من از ایشون سوال کردم، چون توی یکی از برنامه‌هاشون دیدم راجع به پان ترکیستا صحبت کرده بودن که تصادفاً آقای ترامپ هم رفت اونجا و آقای ایمانوئل مکرون هم اعتراضی به ایشون کرد که آقا این وطن پرستی که شما میگی اشتباه است. خب بیش از این منتظرتون نمیذارم. آقا من به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم و من به همه دوستان میگم بار اول هست ولی امیدوارم بار آخر نباشه. آقای ابراهیمی کیست؟ امروز کجاست؟ چرا اینجاست؟ و امید و آرزوش برای فردا، مخصوصا برای فردای ایران چی هست؟ بفرمایید. منم سلام گرد دارم به شما و به بینندگان گرامیتون. خیلی خوشحالم در برنامه‌تون هستم. اگه خیلی مختصر در رابطه با خودم بخوام مزاحم بینندگان شم، من 16 ساله بودم، 17 ساله بودم که معلم روستاهای آذربایجان شدم. یعنی خودم در حقیقت دوران تینیجری رو تازه بساطاش بودم. شغلی بود که به شدت بهش علاقه داشتم. البته من در الهام از صمد بهرنگی، خب اون موقع تأثیر زیادی در نسل دانش آموزا و دانشجوها داشت، من هم از الهام از صمد بهرنگی بالاخره رفتم معلم شدم. علاقهش خیلی زیاد داشتم. در تبریز و در سراب و در شهرهای مختلف و در شمال، حتی در روستاها بیشتر مشغول بودم. در تبریز توی دبستانه بزرگم معلم بودم. بعدش در همون موقع من دانشگاه میخوندم، رشته جامعه شناسی میخوندم، علاقه داشتم به رشته جامعه شناسی. خب مصادف شد آخرین روزهای به اصطلاح گرفتن فارغ التحصیلی و مدرک با انقلاب 57 مصادف شد و منم به عنوان یکی از فعالین محافل کارگری و محافل سوسیالیستی و کلن جمعهایی که برای عدالت به خاطر طبقات محروم داشتم مبارزه میکردم، در سازماندهیشون دخالت فعال داشتم. از اتفاقا هفته‌های گذشته با مینا هدی برنامه داشتیم. مینا هدی و من جز به محافلی بودیم که در تبریز در سازماندهی محافل کارگری و دانشجویی نقش داشتیم. مینا منظما سخنرانی داشت، منم اون موقع سخنرانی داشتم در مقطع انقلاب. البته خب در مبارزه علیه رژیم شاه و البته در مقطع انقلاب بلا فاصله در مقابله و مبارزه با رژیم که جایگزین شد، متاسفانه آرمانها و آرزوهای مردم، اون چیزی که مردم میخواستن با کنار زدن نظام سلطنتی جایگزین کنن، خیلی روشن در یک کلام این بود که آزادی میخواستن، برابری میخواستن، زندگی با حرمت میخواستن، همه اینو میخواستن به طور واقعی. ولی خب ما میدونیم که در چه پروسه‌ای با یه تدارک فوق‌العاده پیچیده کشورهای سرمایه‌داری جهان و از جمله طبقه حاکم خود ایران که بالاخره شاه را از دست رفته می‌دونستن، می‌دیدن و می‌خواستن جاش نه توده خود مردم، میلیون‌ها مردم محروم که انقلاب کرده بودن تا زندگی سعادتمندی داشته باشن، نه اونا به اصطلاح سرنوشت سیاسی خودشون رو به دست بگیرن، بالاخره تلاش کردن خمینی رو که یک فرد واقعا ناشناخته بود اون موقع برای توده وسیع مردم، حداقل 7-8-10 ماه پیش از انقلاب ناشناخته بود به طور واقعی، برای محافلی معلومه شناخته بود،
ولی این رو تبدیل کردم به رهبر سیاسی و این داستانش البته طولانی. در اصل من هم از همون موقع به طور فعال علیه این نظامی که به جان و زندگی و حرمت میلیون ها انسان، اول البته زنان، حمله رو آغاز کرد، منم از همون موقع برام فلسفه زندگیم شد مبارزه کردم با این حکومت، مبارزه کردم با تسلط مذهب در سیاست، مبارزه کردم با نظامی که سرپا کردم تا اجازه نده مردم آمال ها و آرزای انقلابشون رو پیش ببرم، بالاخره بهش تحقیق ببخشن. من تو مبارزه ادامه دادم و در صورت شرایط سختی رو باش مواجه بودم، دوره مجبور از زندگی زیرزمینی در تهران مدت طولانی داشتم که اینم داستانش خیلی پیچیده است و بارها کارام عوض کردم. بعدش بالاخره از ایران خارج شدم. وقتی از ایران خارج شدم خب پیوستم به حزب کمونیست کارگری، البته قبلا هم رابطه داشتم و از همون دوران اول شکلگیری این حزب کمونیست کارگری من توی به عنوان نماینده انتخاب شدم و در ارگان‌های رهبریش نقش داشتم، شرکت داشتم. کار دوره مهم من هم سردبیری نشریه سیاسی حزب انترناسیونال بود برای دوره طولانی و سردبیری نشریه کمونیسم کارگری که نشریه تئوریک سیاسی حزب بود. و الان هم در هر صورت با حزبم و خوشحالم که با حزبم، چون معتقدم در یه جمله بگم جامعه بالاخره همیشه به چپ و راست تقسیم میشه نهایتاً، و جنبشی که چپ عدالت خواه احزاب سیاسی خودش رو مثل جنبش های راست شکل میدن، منم خوشحالم که بالاخره یکی از شاخصترین احزاب سیاسیه که رسماً و خیلی روشن در برنامهش آزادی، برابری و حکومت انسانی، حکومت مردم، گرفتن سرنوشت سیاسی مردم توسط مردم، این تو برنامه حزبه در حساب باش دارم مبارزه میکنم، فعالیت میکنم. بسیار ممنونم. فقط نکته ای که شما هم به اصطلاح بهش باور دارید اینه که خمینی و رهبری خمینی رو کشورهای دیگه به اصطلاح غالب کردن به مردم. و من اتفاقا همین سال از خانم مینا اهدی هم پرسیدم، پس اون ماجرایی که این آخونده میگن ما از سال 42 حتی قبلش پرچم مخالفت رو داشتیم و ما رهبری این مخالفت رو داشتیم، ما حتی اون کلاس‌های نظامی و به اصطلاح کشورهای دیگر رو رفته بودیم، دوره‌ها رو دیده بودیم، اون رو شما چی میگید؟ ضمن همین که وقتی شما این دسیسه رو قبول کنید، اون وقت اون فعالیتی که شماها میکردید یه مقدار باید مسئولیت قبول کنن که اونها یا ناآگاه بودن یا به موقع نتونستن عمل کنن. نظرتون در این مورد چیه؟ البته شاید گفتن این که خمینی و کلاً حکومت اسلامی حاکمیتش محصول یه دسیسه سیاسی از خارج فقط بود، این یه مقدار شاید ساده کردن قضیه باشه. من به این خاطر یه چیز رو میخوام، یه جنبه دیگرش رو مطرح کنم. به طور واقعی در ایران یه نظام سلطنتی در صورت قادر نشده بود، قادر نبود حکومتش رو ادامه بده. این رو در اواخر دوران سلطنت همه فهمیده بودن، مردم فهمیده بودن و جنبش‌های سیاسی فهمیده بودن، متوجه شده بودن و دول غرب هم کاملا براشون مسجل بود که خمینی شاه دیگه نمیتونه به سلطنت ادامه بده. مثلا برای مثال در کنفرانس مشهور گوادالوپ در آمریکای لاتین در جزایر کارائیب، چهار کشور فرانسه، انگلستان، آلمان و آمریکا جمع شدن. وقتی آدم به منیو یا به اصطلاح به صورت جلسه اون جلسات که بعداً بالاخره گزارش شد بیرونی شد نگاه میکنه، توش به وضوح میبینه که این دولت‌ها چه بحثایی دارن میکنن. یکی از بحثاشون این بود که دیگر ناسیونالیسم، جنبش ناسیونالیستی، سلطنت و کلن نظام سلطنتی جایگاه سیاسی نمیتونه داشته باشه به عنوان ایدئولوژی، به عنوان ساختار سیاسی ورشکسته شده و به سرعت هم متزلزل میشه و از بین میره. کدوم جنبش، کدوم سیاست، کدوم نیرو در جامعه میتونه، این سوال خیلی روشن خودشون بود، میتونه مانع بشه روی
خرابه های نظام سلطنتی یه ساختاری شکل بگیره که مردم توش دخالت میکنن، مانع این بشه و رسما و علنا اعلام کردن که اسلام و جنبش اسلامی و در رأسش البته آخوندها بهترین قدرتمندترین نیرو هستن، نیرو جایگزین که ظرفیت بالایی از جنایت، آدمکشی، اختناق به وجود آوردن و حمله، تعرض به دستاوردهای مردم یا زندگی مردم، بالاخره اون چیزی که مردم میخوان دارن و خمینی کاندید این اتفاق شد. حالا میخواستم اینجا اینو اضافه کنم که این یه طرف ماجرا بود. یه طرف ماجرام جنبش هایی در داخل ایران بود، مثل جریانات مختلفی که از جمله جبهه ملی، نهضت آزادی و انواع و اقسام جریانات ملی اسلامی و بخشی از حتی چپ‌ها که گویا در آرمان‌های ضد آمریکایی خمینی باش شریک بودن، اینا و البته روشنفکران و ادبایی که فلسفه سیاسیشون بازگشت به خود بود در مقابل جهان متمدن، بازگشت به تاریخ خود، بازگشت به فرهنگ خود، بازگشت به مذهب خود، همه اینا زمین‌های داخلی این اتفاق بود که دول غرب تونستن یک چهره سیاسی مرتجع رو به وجود به اصلا علم کنم. میخوام بگم زمینهای سیاسی و فرهنگی داخلی هم وجود داشت. برای مثال جبهه ملی واقعا تلاش جانانهی کرد که خمینی رو غالب کنه به ایران. رفتن حتما خاطرتون هست، جبهه ملی، رئیس جبهه ملی رفت به فرانسه، کریم سنجابی، و وقتی برگشت با یه بیانیه سه‌ماده‌ای برگشت که تو در اون بیانیه سه‌ماده‌ای خیلی صریح و روشن میگه که جامعه ایران چون فرهنگ اسلامی داره، متن اسلامی داره، حکومت ایران بعدی اصلاح بعد از شاه نمیتونه غیر از یک نظام اسلامی باشه. یا برای مثال یزدی که بعداً وزیر شد، وزیر خارجه شد فکر میکنم، یزدی خاطراتش وقتی آدم میخونه جالبه. خمینی از نجف میخواست بره به کویت، چون نجف میخواستن بیرونش کنن، بره به کویت. میدونیم بحث یزدی چی بود؟ یزدی میگه در خاطراتش من خمینی رو قانع کردم، بعد از ساعتها و روزها و روزها قانع کردم که نه، کویت خوب نیست، باید تو بری آقا، باید بری تو فرانسه. فرانسه مرکز ثقل سیاسی، چهارراه سیاسی، و اونجا هست که تو میتونی به رسانه‌های غرب، به شخصیت‌های غرب دسترسی پیدا کنی و تو رو بتونن پروموت کنن، بالا بیارن. و خوام بگم همه اینها نقش داشته، یک جبهه وسیع در داخل ایران و یک جبهه وسیع در خارج ایران با هم بالاخره سرمایه‌گذاری کردن به اون جنبشی که به قول شما حالا قبلنم ظاهرا مخالف شاه هم بودن، البته خیلی روشن مخالفتشون در خرداد 42 از چه سری بود، مخالفت ارتجاعی داشتن حتی به خود شاه، خیلی روشن. من نمیخوام به اینا برگردم که بحثای شاید دیگه حتما از امشب صحبت کنم. میخوام بگم در متن یک شرایط داخلی روی به اصطلاح تصورات ارتجاعی روشنفکر، به اصطلاح روشنفکران که باید بشیم بگیم تاریخ فکران، نویسنده ها، ادبا و بعضی احزاب سیاسی که ظاهر چپ داشتن ولی اساسا تمام الگوهای های سیاسیشون ضدیت با ظاهرا امپریالیسم و آمریکا بود و در این جهت با خمینی همراه بودن، و مشخصا جریانات ملی اسلامی که بالاخره بعد از تسلط خمینی زیر عباش بودن، الان هم همچنان هستن. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم در برنامه آینده یه مقداری بیشتر در این باره بتونیم صحبت کنیم، ولی چون با شما راجع به ناسیونالیسم، این ماجرای آمریکا، ناسیونالیسم سفید پوستا که یک به اصطلاح جنبش واقعا چیز هست، نژاد پرستی هست، ولی آقای ترامپ داره سعی میکنه که به افراد به اصطلاح عوام، عامه مردم آمریکا، اینجا بهشون بلو کالر میگن، به اونا بگه که نه، منظور من وطن پرستی هست. من قبل از این ماجراها از شما خواست بودم یه مقداری اینا رو برای ما باز کنید، چون متاسفانه در دو رژیم دیکتاتوری که من بزرگ شدم و مدرسه رفتم و منم متاسفانه یا خوشبختانه مثل شما همدردم باهاتون، من هم معلم بودم هم دبیر شدم بعدن، این توضیحات برای ما داده نشده. یه مقداری شما اینا رو برای ما توضیح بدید، باز کنید و بگید امروز
اینها تعریفاتشون توی دنیا چگونه است و ما کجای کار هستیم، مخصوصا در ایران که هر وقت حرف زبان میشه، حرف قوم میشه، حرف ملت میشه، هر کسی پشت یه تعریفی برای خودش پنهان میشه. اینا رو شما یه مقدار لطف کنید برای دوستان تعریف کنید. ضمناً در حین برنامه اگر کسی سوالی داره روی فیسبوک بنویسه، من با شما مطرح میکنم. ولی ما همیشه در برنامه ها گفتیم که اول که دوستان میان، بینندگان و شنوندگان اجازه بدن که شما هم خودتون رو به اصطلاح بشناسونید بهشون، هم حرفتون رو یا موضوع امروز رو باز کنید، بعدن اون سوال و جواب ها خواهد بود. بفرمایید اگر کسی چیزی بنویسه من فرصتی بهم داده بشه مطرح میکنم. قبل از هر چیز به نظر من باید این رو خیلی صریح و روشن من بگم که دوست داشتن کشور، دوست داشتن شهر، دوست داشتن مدرسه، دوست داشتن کوچه، دوست داشتن خاطراتی که انسان در محلی بالاخره زندگی کرده و داشته، اینا هیچ ربطی به وطن پرستی، میهن دوستی و ناسیونالیسم در اشل بالاتر نداره. هر انسانی بالاخره در جایی به دنیا اومده، در جایی زندگی کرده و روشنه که انسان‌ها در جایی که زندگی کردن نسبت به روابط پیرامونی، دوست، آشنا، همکلاسی، حتی چهره فیزیکی محلی که توش زندگی کردن، دقیقاً به خاطر اینکه اونجا زندگی کردن، خود زندگی شیرینه و تمام شیرینی‌ها و تلخی‌های زندگیشون تداعی میشه با همون کوچه و دیوار و مدرسه و خیابون و درختی که مثلا جلو خونه‌شونه. دوست داشتن این به نظر من هیچ ربطی به ایدئولوژی ارتجاعی عقب مونده ضد انسان به نام ناسیونالیسم نداره. اونا الگوهای عاطفی انسانی هستن که همه دارن و نمیتونن نداشته باشن. همه دارن، همه انسان ها، جز به نظر من وجوه مشترک عاطفی همه انسان هاست. وقتی ما از ناسیونالیسم حرف میزنیم، اینم اینجا اول بحث بگم که ناسیونالیسم یا جنبش ناسیونالیستی یا ملت، هیچ کدوم از اینا یه زمانی در یه تاریخ معینی کسی نیروی خلق نکرده که یه قالب ثابتی بهش بده و اون قالب ثابت هم همیشه در تاریخ همچنان ثابت باقی مونده باشه. ما با چنین پدیده‌ای توی علوم اجتماعی و در اساس علوم سیاسی و کلا پدیده‌های اجتماعی سیاسی ما با چنین پدیده جامدی مواجه نیستیم و نخواهیم بود. ناسیونالیسم وقتی ما ازش نام میبریم، اولا در تاریخ مراحل مختلفی داشته که این جالبه که حداقل من به سه مرحلهش اشاره کنم و بعدش به ملت که مبنای همه ناسیونالیسم اشاره کنم و تفاوتاش که واقعا تو تاریخ به خودش دیده اشاره کنم. دوره قرن 18 و اساسا قرن 19 دوره‌ای هست که صنعت سرمایه‌داری رشد کرده، قدرت داره پیدا میکنه و سرمایه‌داری نیاز به بازار داخلی کار و کالا داره که اون بازار داخلی هم برای اینکه فانکشن کنه نیازمند قوانین یکسان، نیازمند اوزان میزان یکسان، نیازمند پولی که همه اینا رو به هم دیگه مرتبط کنه، نیازمند دولتی که کل این جامعه رو به هم وصل کنه تا بالاخره مکانیزم استثمار میلیون ها کارگر توسط یه طبقه شکل بگیره. یه مرز معینی لازمه که تو اون مرز معین دیگه فئودال ها و ملاکین و این شیخ و اون به اصطلاح مالک و اینا مزاحم این به اصطلاح چسبندگی درونی عمومی نشن. این سرمایه‌داری صنعتی خب با اینا داره مقابله میکنه. ناسیونالیسم در حقیقت یا ملت سازی یا دولت ملت سازی به اصطلاح علمی سیاسیش در حقیقت مال اون قرنه که به یه معنا از به هم بافتن پراکندگی های سیاسی و اقتصادی و اینا رو یکی کردن دولت ملت شکل میگیره. یه مرحله پیشرفته‌ای هم در تاریخ سیاسی جهانه. اون موقع ملت‌های شکل می‌گیرن، دولت‌های شکل می‌گیرن یا دولت ملت‌ها که اتفاقاً از به هم پیوستن اقوام و قبایل مختلف شکل می‌گیرن. ولی وقتی یه ذره جلوتر می‌ریم در اوایل قرن 20 و مشخصاً اواسط قرن 20، ناسیونالیسم قالب دیگه‌ای می‌گیره. استعمار در کل جهان سایه کنده، زندگی میلیون ها انسان
در فقر و فلاکت زیر چپاول استعمار کشورهای مختلف، کشورهای امپریالیستیه، و جنبش هایی شکل میگیره برای اینکه از دست این استعمار، از دست امپریالیسم، از دست این نیروهای فائقه سیاسی که در جهان وجود دارن که معمولا مال کشور صنعتی هم، رها کنه اون جامعه رو. این رهایی اساسا رهایی اقتصادی نیست، رهایی کارگر از مثلا محرومیت نیست، رهایی میلیون ها انسان محروم از تسلا فقر و فلاکت نیست، رهایی اون جامعه از سلطه کشور بیگانه اینجا گیوم مشخصا غرب، دولت‌های به اصطلاح استعماری هست، تا اون جامعه روپای خودش وایسته. ولی تمام اون جنبش‌هایی که به نام عدالت و به نام آزادی‌خواهی و به نام به اصطلاح ضدیت و امپریال داشتن پیش می‌بردن و کشورهایی رو شکل دادن، نهایتاً در مستقل کردن، خود اونا هم بلافاصله به کشورها و دولت‌های سرمایه‌داری تبدیل شدن، چون اصلا اهدافشون این نبود که نظام نابرابر رو از بین ببرن. و میدونیم دیگه که همه کشورهای آفریقایی و خیلی از کشورهای آمریکای لاتین فین رده میگنجن، یعنی جنبش های ضد استعماری که اینجا دیگه ناسیونالیسم نقش مبارزه با استعمار و رها کردن مردم و معینی و تبدیل کردن اون مردم به یه ملت و دولت هستش. ولی یه ذره که جلوتر میریم میخوام بگم خیلی قالب ها، محتوا و کارکردش عوض میشه. بلوک شرق فرومی باشه، شوروی یا اردوگاه شرق در مقابل اردوگاه غرب، که من میگم اردوگاه سرمایه‌داری دولتی به طور واقعی در مقابل اردوگاه سرمایه‌داری بازار آزاد فرو میپاشه، این دهه 80 میلادی و اوایل دهه 90 میلادی. در متن فروپاشی دولت‌هایی که قبلا تو اقمار شوروی بودن، جنبش ناسیونالیستی با قیافه دیگه، با برنامه دیگه، با اولویت دیگه پاجلو میذاره. یوگسلاوی دیگه مرکز ثقل عروج جنبش های ناسیونالیستیه که این جنبش ها دیگه اساسا ملت دولت سازی نمی کنن. یعنی با کنار هم گذاشتن قبایل اقوام یا مثلا یه قالب سراسری وسیع‌تر کشوری به وجود آوردن دولت ملت درست کنن به این معنا نیست. این جنبش ها اتفاقا دیگه اون قالب ها رو میخوان به هم بزنن، چون اوضاع از هم پاشیده، دولت مرکزی وجود نداره، انسجام سیاسی نیست، ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرو پاشیده. و بهترین موقع چنین اوضاعی، چنین خلاهایی، بهترین موقع برای عروج جنبش‌های ارتجاییه. جنبش‌های مختلفی شکل میگیره، اساساً هر کدوم از نام سر، کراوات، مسلمان، مقدونی، همه اینا به تاریخشون مراجعه میکنن. ما میدونیم که در چنین شرایطی اساتید و مورخین و شعرا و ادبا و هنرمندان و همه اینا دست به دست هم میدن برای اون جامعه، اون بخشی از مردم ملت درست میکنن، تاریخ درست میکنن، افتخار درست میکنن، یا اگر هم تاریخ داشتن همه اینا رو در میارن و اون ملت صاحب هویت ملی میکنن. و دیدیم که یوگسلاوی به 7 کشور مستقل تبدیل شد و در نهایت چه وضعی، چه جنایتی، چه دهشتی واقعا به وجود آوردن. این ما الان در این دوره هستیم، دوره هستیم که به اصطلاح سرمایه‌داری بازار آزادم بعد از این بحران 2008، خود این سرمایه‌داری هم دیگه چه از لحاظ ایدئولوژیک چه از لحاظ اقتصادی پاسخ نداره به نیازهای جامعه، خود اینم عقب، اساسا عقب مونده شده، به عقب برگشته، به قهقرا برگشته دیگه، از اون لیبرالیسم و آزادی فردی و نمیدونم جامعه مدنی و اینکه مثلا سرمایه‌داری یه دوره پیشرو مثلا مقابله با ارتجاع مذهبی بود مثلا در انقلاب کبیر فرانسه، از اینا دیگه خبر نیست. سرمایه‌داری امروز ایدئولوژی سیاسیش، ساختار و چارچوب سیاسی و فکریش اساساً قهقرای خیلی خیلی رفت و خیلی عقب برگشته. برای مثال دیگه دموکراسی که مثلا آمریکا روی جت‌های ویران کنندهش در عراق قرار بود به وجود بیاره و آورد، ظاهراً اون دموکراسی بر اساس یک رأی، یک فرد یک رأی نبود، بر اساس تعصب سیاسی و نمیدونم رقابت احزاب سیاسی نبود. حالا کاری ندارم، خود اینم تو آمریکا مشخصا میبینیم بعد دو حزب سیاسی هستن بعد حاکمن، ولی من دارم یه مقایسه جنرال میکنم، بلکه بر اساس اینکه اقوام و قبایل و شیوخ و رؤسای اقوام و قبایل قرار حکومت تشکیل بدن به نام مردم، به نمایندگی از بخشای مختلف مردم. در عراق رسما اعلام کردن که رئیس جمهور باید کرد باشه،
نخست وزیر باید لور چیز باشه، سنی باشه و رئیس مجلس هم شیعه یا برعکسش. یعنی کاملا یک تصویر به شدت ارتجاعی و ضد انسانی و غیر سیاسی که نمیشه گفت تحمیل کردن به عراق و همه جای دنیا اینجوریه. من میخوام بگم که این مراحل مختلف جنبش ناسیونالیستی و نقش کارگرش رو باید در نظر گرفت که بعد دیگه میرسیم به بحث ملت، که اگه فرصت شد من واقعا دوست دارم سر بحث ملت، آیا واقعا ملت وجود داره یا ملت رو درست میکنن و بر جون و زندگی مردم حاکم میکنن. اینم یه بحثی که اگه فرصت بود دوست دارم حتما صحبت کنم. بله، شما در صحبتاتون چند بار این کلمه ملت رو گفتید. اصلا سوال میشه که این مقوله ملت به چه پدیده‌ای اطلاق میشه. ضمن این که صحبتی که از ناسیونالیست کردین نشون میده که در تاریخ اخیر به اصطلاح هیچ ناسیونالیست خوبی نبوده، هر چی بوده اینایی بوده که زیر این اسم میخواستن سوء استفاده کنن، نه؟ دقیقا. به نظر من ناسیونالیسم در کنار اسلام کلن ایدئولوژی طبقات حاکم بوده، همیشه اینجوری بوده و طبقات حاکم هم همیشه طبقاتی بودن، الان چه فودال ها چه بالاخره سرمایه دارن که الان داریم میبینیم. معلومه که پروژه سیاسیشون اساسا این بوده که اکثریت جمعیت اون جامعه رو که با اکثریت کارگر روشنه در خدمت اقلیت صاحب ثروت اون جامعه سازمان بدن. ناسیونالیسم یکی از ایدئولوژی ها، یکی از به اصطلاح چارچوبای فکری سازمان دادن به جامعه طبقاتیه، اگه یه مقدار تئوریک به طور کلی صحبت کنم، و همیشه هم نقشش همین بوده. حتی در دوران قرن 19 هم نقشش این بوده، منتها تفاوتش با الان این بود که اون موقع بالاخره یه جامعه سرمایه‌داری صنعتی رو در مقابل یه جامعه فئودالی داشت پیش می‌برد، این جامعه پیشرو داشت، خیلی روشنه. ولی بعدش همون ناسیونالیسم اون دوران بلافاصله تبدیل شد به قدرت ایدئولوژیک طبقه حاکم که به نام میهن و به نام پرچم و به نام همه اینا مقدساتی که ساخته بود ملت‌ها رو به جون هم انداخت. جنگ جهانی اول به عنوان نمونه‌اش، تازه اول قرن بود که دولت ملت‌ها شکل گرفته بودن، نزدیک 20 میلیون انسان کشته شد و 50 میلیون انسان محصول در نتیجه‌اش، در نتیجه خشکسالی و نمی‌دونم عوارض همون جنگ، بیماری‌ها و تیفوس و اینا کشته شدن. در اصل می‌خوام بگم که هیچ موقع نقش مثبتی، هیچ موقع نقش مترقی نداشت. الان که به طریق اولا نداره، در یک حالت خیلی روشن و کلی اگه بگیم، هر ایدئولوژی، هر نظر، هر چهارچوب فکری که انسانها رو تقسیم بکنه و مبنای حقوق رو برای اون انسانها تعلقشون به این یا اون قومیت، مذهب، ملت، پرچم، نظر، ایدئولوژی منوط کنه، این جنبش، این جریان با سعادت و با آزادی بشریت خانایی نداره، مغایره، ضدیت داره واقعا با اصالت انسان، اینجوری بگم، با اصالت انسان و با نیازهای انسان. خب ناسیونالیسم چون مبناش و محور و رکنش جدا کردن انسان هاست بر مبنای یا عقیده یا ملت یا نژاد یا فرهنگ یا تاریخ یا سرزمین و برتر تلقی کردن بخشی از اون انسان ها به بخش دیگرشون هست، معلومه که این جنبش ارتجاعیه، این جنبش انسان ها رو به عقب میکشه، این جنبش نمیتونه زمینه زندگی در صلح و آرامش و رفاه همه مردم در کنار هم مثل انسان رو فراهم کنه، معلومه همیشه اینجوری بوده. در مورد ملت اگه برگردم، ببینید ملت این تلقی عمومیه از ملت که ملت یک موجودیت واقعی وجود داره و بر اساس اون ملت موجودیت واقعی هم جنبش به نام ناسیونالیسم به وجود اومده که مثلا میگه این ملت بهتره از اون ملت، این ملت تاریخی تره از اون ملت، این ملت اصیل تره از ملت مقابل و این ملت ها رو میتونه به جون هم بندازه، کلا میتونه به نام ملت همه جامعه رو زیر سلطه خودش بکشه چون همه جامعه گویا یه ملت هم. ولی بحث ما اینه که یه بحث کاملا متفاوتیه. ملت، تعریف ملت چیه؟ هر تعریفی باید
بر اساس مشخصات و اون چیزی که داره تعریف میکنه استوار بشه. اگه من این ماضی کلام دستمه میخوام تعریف کنم، حتما باید بر اساس مشخصات هندسی که این داره اینو تعریف کنم و به کسی که ماز ندیده با اون تعریف به ذهنش بیارم که من از چی دارم حرف میزنم. ملت اینجوری نیست. معیارهایی که بر اساس اون ملت‌ها شکل گرفتن، شکل میگیرن، از بین میرن، دوباره شکل میگیرن، معیارهای عینی و واقعی نیست، معیارهای ابجکتیو نیست، معیارها هم ذهنی هستند، سابجکتیو هستند، ساختگی هستند و ایدئولوژی اینا رو میسازن. بذارید مثال بزنم. برای مثال وقتی از ملت‌ها حرف میزنم معمولا از زبان، تاریخ، فرهنگ و سرزمین، از اینا حرف میزنم. این چهار تا رکن هر ملتیه. دونه دونه اینا رو اگه در نظر بگیریم، برای مثال زبان، اگر زبان معیار ملت بودنه، اولین سوال پیش میاد که این با زندگی واقعی ملت خانایی نداره. ما کشورهای چند زبانه داریم و زبانهای چند کشوری داریم، ملتهای چند زبانه داریم و زبانهای چند ملتی داریم. برای مثال بلژیک، خود آمریکا که شما توش زندگی میکنید، خود کانادا که من توش دارم زندگی میکنم، ایتالیا، ایران، خودش دور نریم، ایران یا عراق یا افغانستان، همین کشورها زبانهای مختلفی دارن. اگه بر مبنای زبان ملت شکلی میگیره، خب این کشورها باید از من تقسیم بشن. اگه میخوان اصالت ملی خودشون رو حفظ کنن، ملت رو باید تقسیم بشن. خب زبان یکیشه. یا برعکس، یهودیا یه زبان مشترک دارن در کل جهان، ولی ملتشون کجاست؟ در کشورهای مختلف، یهودیان آمریکا ملتشون آمریکاست یا کشورشون آمریکاست، یهودیای اسرائیل هم کشورشون اونجاست و ملتشون اونجاست و کل یهودی‌ها هم یه ملت محسوب میشن. پس یهودیا یه زبان هم، یه زبان دارن، حتی یه دین دارن، ولی در کشورهای مختلف. اگه کشور مبنا باشه 8 تا ملت هم، 10 تا ملت هم، 30 تا ملت هم، اگه زبان مبنا باشه یه ملت هم. و مثالای دیگه، سرزمین. آیا سرزمین واقعا میتونه مبنای ملت بودن باشه؟ اگه مبنای ملت بودن باشه، ایران باید 4 کشور باشه، عراق 2 کشور، 3 کشور باشه. اگه سرزمین، ما میدونیم که سرزمینایی وجود دارن که به اصطلاح ملت ها و ملیت های مختلف توش دارن زندگی میکنن، ولی همشون هم یه ملت محسوب میشن. ملت ایران، ملت فرانسه، ملت ایتالیا. بالاخره ملت ایتالیا، اون بخشی که در شمال هستن، کاتالان ها، جز این ملت ایتالیا هستن یا نیستن؟ یه ملتن. میخوام بگم که یه کشوره ولی دو ملت ظاهرن. بر اساس آیین و مذهب و نمیدونم زبان دو ملتن، بر اساس کشور یه ملتن. میخوام بگم همین رو هم کنار بذاری دیگه، واویلا، شما هیچ کشوری رو پیدا نمی‌کنین که 4 تا معیاری که من الان شمردم همه‌شو یه جا داشته باشه. هیچ کشوری رو پیدا نمی‌شه. پس روشنه که ملت‌ها رو به وجود میارن جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌های سیاسی ملت‌ها رو به وجود میارن، ملت‌ها رو تقسیم می‌کنن، آدما رو به جون هم می‌ندازن، آدما رو اصلا جدا می‌کنن. مثلا آذربایجان یه زمان یه جا بود، بعد از عهدنامه ترکمنچای گلستان شد دو کشور، دو ملت. می‌خوام بگم این جنبش ها هستن، این ایدئولوژی هستن و مشخصا جنبش ناسیونالیستی اساسا شغلش اینه، کارش اینه، بر اساس منافع اون دوره، اون مقطع چه حکم میکنه، چه آدمایی در چه منطقه‌ای قرار ملت محسوب بشن. ناسیونالیست با ایدئولوژی و تبلیغ و نمیدونم شعر و داستان و تاریخ نگاری یه ملت رو شکل میده. همه تاریخ اینجوری بوده. برای مثال، آخرین مثالم، امپراتوری عثمانی اصلا پاشید و ده‌ها ملت، ده‌ها کشور به وجود اومد و این ده‌ها کشور رو رو نقشه کشیدن. واقعا اون موقع روی شکست امپراتوری عثمانی رو نقشه واقعا کشیدن که کجا قرار چه ملتی باشه، عراق باشه یا عربستان باشه، هر چی. ملت‌ها رو جنبش‌های ناسیونالیستی میتونن درست کنن، میتونن از بین ببرن. مردم وجود دارن، مردم هستن، مردم زندگی کنن، البته زبانشون فرق می‌کنه، البته بسته به اینکه کجا دارن زندگی می‌کنن معلومه، فرهنگ معینی توش شکل میگیره. مردم وجود دارن و مردم اصالت دارن، انسان اصالت داره و ما مبنا رو باید بر این بذاریم. خیلی ممنون. شما تو صحبتاتون از کشورهایی صحبت کردین که بعضیاش 4 تا شده، بعضیاش 9 تا شده. این ماجرایی که الان میبینیم، جلساتی هم برای ایران میذارن، بعضیا اینا رو تجزیه طلب میگن، بعضیا میگن اینا دنبال فدرالیسم هستن، بعضیا میگن اینا دنبال خودمختاری هستن. نظر شما
درباره اینها چیه؟ فکر کنم شدیدترینش رو میتونیم پانتورشیستا و اون چیز اهواز الاهواز بدونیم. نظرتون راجع به این افرادی که تلاش میکنن چیه؟ من قبل از هر چیز روی یه نکته تاکید کنم که من معتقدم همچنان که مذهب رو مقدسات استوار، واقعا اگه مقدسات از مذهب بگیری انگار که نفس رو گرفتی، واقعا اکسیژن ازش گرفتی، ناسیونالیزم رو مقدسات استواره. مقدسات ناسیونالیزم پرچم میهن کشور، اینا اسامی هن البته، کشور تمامیت ارضی هم یکی از مقدسات. ما معتقدیم و براش تلاش باید بکنیم، میکنیم، باید تلاش بکنیم که هر چه بیشتر واقعا مرزهایی که بالاخره به وجود آوردن بین انسان ها، این مرزها از بین بره، انسان ها در قالب های جغرافیایی وسیع‌تر بتونن واقعا زندگی کنن، با مرز از هم جدا نشن، برای اینکه انسان مرز نمیشناسه خودش. اون انسانی که اون بره مرزهای ایران در عراق زندگی میکنه، همان روحیات و انسانیت و خصوصیات و درد و رنج و احساس رو داره که ما داریم. مرزها رو باید از بین، مرزها قرارداد سیاسی، قرارداد سیاسی هست. در نتیجه به این معنا تمامیت ارضی هیچ گونه تقدسی نداره به نظر من، هیچ گونه تقدسی نداره. میشه بعدن بحث کرد خب پس کشور از بین میره و چیکار باید کرد، میشه سر اینا بحث کرد. در نتیجه این یک. دوم، از نقطه مقابل هم پان ترکستا برای مثال، یا پان عربا اینا، یا جریان استقلال طلب به اصطلاح اهواز الاهواز، اینا تجزیه شدن و جدا شدن و مستقل شدن رو به عنوان مقدسات خودشون سعی میکنن قالب کنن و زیر اینو تبدیل کنن به عواطف و روحیات و احساسات مردمی که قراره تا به اونا باشن، و این مردم رو بر اساس این مقدسات به اصطلاح تحریک کنن و به یه جنبش سیاسی تبدیل کنن. اینم به نظر من کوچکترین تقدسی نداره. کشورهای زیادی رو من میتونم مثال بزنم که مستقل شدن به اصطلاح، جدا شدن، ولی نه تنها نون سفرهشون، سفره مردم زحمتشون یک ذره بیشتر نشد، بلکه نه تنها آزادیشون بیشتر نشد، نه تنها رفاهشون تغییری پیدا نکرده، بلکه حتی در شرایط بسیار بدتری دارن زندگی میکنن، به فلاکت بیشتری افتادن. هیچ گونه تقدسی، جدایی، گویا جدایی خوبه. اگه مردم آذربایجان جدا بشن، مثلا یه مشت چپاولگر ناسیونالیست قوم پرست به اصطلاح آذربایجان خواه به اونا حاکمیت بکنن، زندگیشون بهتر خواهد شد. برای دوره طولانی حکام سیاسی ترک بودن و اکثرا هم خونخوار بودن، صدها مثال میشه زد. همچنان که خیلی از حکام سیاسی فارس بودن، منظورم زمانه، و خیلی هاشون هم خونخوار، خود خمینی و داردسته که الان حاکمن، خیلی هاشون که البته همشون هم فارس نیستن، خیلی هاشون ترکن. خواهم بگم این تقدس رو باید اول بذاریم کنار، اصلا مهمتر. ولی من معتقدم که رکن بحثمون بود که ما تلاش باید بکنیم که انسان ها مرزهای سیاسی رو بذارن کنار و تا میتونن با هم زندگی کنن. ولی خب واقعیته، کشورها واقعیت هست. بالاخره در یه پروسه تاریخی مرزهایی رو کشیدن. امپراتوری عثمانی شده 8 کشور برای مثال، یا ایران شده الان ایران امروز. مهمترین مشغله هر انسان باید در ایران الان این باشه که چگونه میشه و باید از دست این جریانی که نه تنها زندگی کارگر، زندگی مردم محروم رو داره ویران میکنه، بلکه حتی هوا و تنفس کشیدن و همه چی رو داره رو به نابودی میبره. مهمترین مشغله باید این باشه که مردمی که در آذربایجان، در اهواز، در خراسان، تهران، فارس زندگی میکنن، همشون دقیقاً به خاطر اینکه رنجشون مشترکه، دردشون مشترکه، دشمنشون هم مشترکه، دست به دست هم بدن و بالاخره در طی یه پروژه مبارزه که منم خیلی وسیع شروع شده، رهاشن از چنگال حکومت اسلامی. خب این وسط دشمن اصلی حکومت اسلامیه، نیروهای امنیتیشه، دستگاه سرکوبشه، ایدئولوژیش که اصلا دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، ایدئولوژی اصلا وبال گردنش شده، منظورم اسلام. خب مردم باید با اینا مبارزه کنن. ولی یک چیز دیگه هم در مقابل مبارزه مردم میتونه سد ایفا کنه، مانع ایجاد کنه، که حکومت اسلامی اتفاقا سعی میکنه تحریک کنه، سعی میکنه واقعا زیر بالش رو بگیره. این هم وطن به اسم ناسیونالیسم.
ناسیونالیسم در اشکال مختلفش. مهمترینش الان به نظر من نمیشه گفت مهمترین، یه بچهش ناسیونالیسم قوم پرسته که خیلی هم خانه‌ای داره با ناسیونالیسم دوران بعد از فروپاشی جنگ سرد مثل یوگسلاوی. ناسیونالیسم قوم پرست که الان ناسیونالیسم پانتورکا دارن تاریخ درست میکنن. اصلا ترکا 7500 سال پیش زندگیشون شروع شده و کلن چین هم ترک بوده و نمیدونم دلتای مصر هم ترک بوده و محمد هم اصلا به ترکی حرف میزده، حضرت آدم ببخشید اونم به ترکی حرف میزده. یک تاریخ مسخره دارن درست میکنن. البته من میگم مسخره، ولی این تاریخ اگه مادیت پیدا کنه، همه اینا اگه به ذهن توده مردم نفوذ پیدا کنه، اگه بتونن با این تاریخ سازی ها اصالت ترکا و اینا واقعا تبدیل کنن به وجدان و ذهنیت سیاسی مردم، اون موقع جنبش خطرناکی میشن. الاهواز هم همچنان و جریانات دیگه هم همچنان، از جمله ناسیونالیسم آریایی هم همچنان. ناسیونالیسم آریایی هم میرسیم، اساسا الان در خدمت جمهوری اسلامی به جای اپوزیسیونی که اپوزیسیون به عنوان یه ایدئولوژی به اصطلاح جنبش اپوزیسیونی تلاش کنه حکومت اسلامی از بین بره، در واقع خیلی جا در خدمت جمهوری اسلامی. من بعداً حتما توضیح میدم چرا اینو میگم. در اصل میخوام اینو بگم، ناسیونالیسم ترک و عرب اینا از اوضاع سیاسی ایران دارن استفاده میکنن، چون میدونن که حکومت اسلامی به خاطر ذل کردن مردم، به خاطر نفرت عظیمی که به وجود آورده در اون جامعه، به خاطر چپاولی که داره همچنان ادامه میده، مردم رو در مقابلش چیز کرده، آسی کرده، و مردم آسی دنبال آلترناتیون و تصور میکنن الان بهترین موقع است که به عنوان اپوزیسیون ظاهر بشن و مردم رو جذب کنن. حالا در قالب قوم، مردم که میخوان از قالب مذهب رهاشن، اینا میخوان مردم رو بکشن در قالب همونقدر ارتجاعی قومیت و ناسیونالیسم. آیا میتونن کاری بکنن؟ آیا نفوذ دارن؟ آیا واقعا اینا در جامعه ایران همین الان تأثیری دارن یا نه؟ پاسخ من فعلا خیلی منفیه. به طور روشن وقتی آدم اعتراضات کارگری، اعتراضات زنان، اعتراضات بازنشستگان، معلمان داره میبینه تو جامعه، اعتراض 96، قیام 96 باید بگی میبینه، وقتی شعارها رو نگاه میکنه، در شعارها یک دونه شعاری که به طور جدی وسیع دائم تکرار بشه و غلبه پیدا کنه و ناسنس باشه نمیبینیم. ما همه شعارها علیه نابرابریه، علیه چپاوله، علیه دزدیه، علیه خامنه‌ایه، علیه ساختار سیاسیه. همه شعارها اینجوریه. یکی دو شعار هم داده شد رضا شاه، ولی شما اون تصویر وسیع‌تر جامعه رو وقتی می‌بینین، اون شعارها در داخل شعارهای عدالت طلبانه مردم گم. درست هم می‌خوام بگم که نفوذ اونجوری ندارم، ولی در شرایطی که حکومت اسلامی داره فرو می‌پاشه، اگر جنبشی که عدالت و آزادی می‌خواد، جنبشی که سکولاریسم رو می‌خواد، جنبشی که رهایی از مذهب رو می‌خواد، جنبشی که واقعاً همه شهروندان رو مستقل از اینکه این شهروند رو پیشونیشون چی نوشته شده، کجا متولد شدن، چه مذهبی دارن یا ندارن، میخواد شهروند برابر بکنه، اگه این جنبش قدرتمند نباشه، این جریانات خونخوار میتونن نقش ایفا کنن اگه نشه. ولی اگه بشه که ما امیدواریم و باید تلاش کنیم بشه، قدرتمند بشه، به اینا جایی پیدا نکنن. آخرین نکته هم اینه که این جنبش ها در صورتی امکان ابراز وجود سیاسی خطرناک نقش ایفا کردن، جامعه رو به هم زدن، مردم به جون هم انداختن، اون خون ریزی که مثلا در یوگسلاوی رخ داد، در صورت این امکان دارن که واقعا شرایط سیاسی ایران با جنبش قدرتمند مردم پیش نره، بلکه عامل اصلی تحول حمله نظامی یا مثلا دول غرب که همیشه نقشه میکشن، دول جتای جنگی آمریکا مثلا ایران رو مثل عراق با خاک یکسان کنه. معلومه که از یک جامعه از هم گسیخته در هم ریخته انواع جانورهای سیاسی میان بیرون، و این جانورهای سیاسی هم یا مذهبی هن یا ناسیونالیستی. مذهبی ها که داغون هن دارن میرن، اسلام که آبرو نداره داره میره، ناسیونالیست هم میتونن جا پیدا کنن. ولی من تصویر اول رو الان بیشتر در جامعه ایران غالب میبینم. مردم ایران بسیار متمدنتر، پیشرفته تر، با جهان به اصطلاح عجین‌تر و افکار سیاسی به نظر من پیشروتری دارن تا اینکه مثلا فضا فکری و سیاسی برای تحرک جدی چنین جریاناتی آماده بشه.
خیلی ممنون، شما تو صحبتاتون از مرزهای سیاسی صحبت کردین، این همون ماجرای جهان وطنی میشه، ولی بعد بلا فاصله از استقلال صحبت کردین، گفتین استقلالایی که اینا صحبت میکنن دروغینه و به اسم استقلال اتفاقا میان سرکوب میکنن. توی اون مثلا ایدهی که شما دارید جهان وطنی، جایی برای خودمختاری هم هست؟ ما یه تو برنامه‌مون یه تصویری در پاسخ به ستم ملی و مسائل ملی داریم که به نظر ما اگر اون تصویر هر چقدر بیشتر در جامعه عملی بشه، همونقدر هم ستم ملی از بین میره و هم جایی برای دیگه جدا موندن مردم نمونه. ما میگیم که پاسخ ستم ملی به خودمختاری، میخوام برگردم به خاطر اونو میگم، ما میگیم که پاسخ ستم ملی رفع ستم ملیه. پاسخ ستم ملی این هست که در قانون اساسی، در ساختار سیاسی، در سیستم قضایی، در فرهنگ جامعه همه انسان ها شهروند برابر محسوب شن و همه انسان اصلا توی شناسنامه مردم، تو اوراق هویتی مردم، تو پاسپورت مردم، توی هیچ جایی اثری از این آدم در آذربایجان، این ترکه یا فارسی یا عربه یا بلوچه نباید باشه. در مورد مذهب همچنان، ما همه انسانیم و به عنوان انسان شهروند اون جامعه، به عنوان شهروندم بالاخره حقوق برابر داریم. ستم اینو به این خاطر میگم که بالاخره جنبش های ناسیونالیست روی ستم ملی برنامه ریزی میکنن، به اصطلاح چنبر زدن. اگه ستم ملی نباشه که اینا جایی ندارن تو اون جامعه. این یه مسئله. مسئله دوم، یعنی این باید حل شه. برای حل این هم خیلی روشنه، حکومت اسلامی باید بره. حکومت اسلامی اصلا مبناش بر تبعیض، تبعیض علیه زن، تبعیض علیه کارگر، تبعیض علیه مذاهب مختلف و تبعیض علیه مردمی که مثلا قومیت یا ملیت متفاوتی تلقی میشن. این باید از بین بره و از بین رفتنش هم یه حکومت انسانی، یه حکومت ساختار سیاسی آزاد و برابر لازم داریم. اما در جامعه ما، در همه جامعه، یه جایی این ستم اونقدر تاریخیه، اونقدر قدیمیه، اونقدر تنش به وجود آورده بین مردم که تبدیل میشه به مسئله ملی. مثلا مسئله کردا الان دیگه ستم ملی فقط نیست، مسئله شده واقعا، مسئله ملی. چرا میگم مسئله ملی شده؟ مسئله ملی به این معنا، وقتی فرقش با ستم ملی بگم، به این معنا که اون تاریخی از ستم و آدمکشی و جنایتی که مثلا صدام در کردستان عراق، اردوغان یا دار و دسته قبلی نظامیشون در ترکیه و ایران، نظام سلطنتی و در ادامهش حکومت اسلامی در کردستان ایران انجام دادن، تاریخ از خون و جنایته و ممکنه این تاریخ شرایط رو به وجود بیاره که بخشی از مردم نتونن دیگه با اون نظام بمونن، اصلا با اون سیستم بمونن. اگه چنین شرایطی وجود داشته باشه، ما معتقدیم باید مردم خودشون در اون کشور آزادانه با رأی آزاد خودشون تحت نظارت جهانی تصمیم بگیرن که میخوان در اون جغرافیای سیاسی بمونن یا نمونن. هیچ کس، هیچ نیروی، هیچ جنبشی نباید چکمه بپا کنه مثل فریستد گفت من پوتینام از پادر نمیارم تا کردستان رو سرکوب کنم، به فرمان خمینی البته. هیچ جنبشی حق نداره تحت نام هیچ مقدساتی، هیچ ایدئولوژی به اون مردم حمله کنه و اون مردم رو تارمار کنه. این جنایته. مردم باید خودشون تصمیم بگیرن. البته ما به عنوان حزب سیاسی اگر نفوذ داشته باشیم در اون جامعه چه کار میکنیم؟ درخواست میکنیم، تلاش میکنیم، تبلیغ میکنیم، کمک میکنیم مردم جدا شن یا بمونن. همچنان که اول صحبتم گفتم، ما خواهان این هستیم که مردم در جغرافیای وسیع‌تری با هم زندگی کنن، آزاد و برابر زندگی کنن مثل شهروند. و اون در نتیجه پاسخ ما مربوط به اون زمانه، اون چه زمانیه، کدوم مردمه، در چه شرایطی دارن میخوان جدا شن. توصیه ما بر اساس اون زمان، اگه واقعا جدا شدن اون مردم کمک میکنه 4 میلیون انسان بهتر زندگی کنن، چه بهتر. همسایه داریم که 4 میلیون انسانن و بهتر هم زندگی کنن، ما میریم اونجا. مثلا شرایطی رو دارم فرض میکنم که حکومت مرکزی همچنان یک حکومت دیکتاتوری مذهبی اسلامیه، ولی اگه یه جامعه قیام کرده، انقلاب کرده برای مثال، و از چنگال حکومت اسلامی رها شده و جنبش‌هاش اونقدر قوی ان، احزاب سیاسی سکولار و آزادی‌خواه و برابری طلبشون نمی‌دونم، احزابی که واقعا شهروند براشون مهمه، مرکز ثقل، اونقدر قوی ان که
دارن جامعه رو سازمان میدن، ما توصیه میکنیم نرن، تلاش میکنیم بودنشون در اون جامعه به نفعشونه، به نفع سعادت خودشون و آیندهشونه. میخوام بگم نگاه ما به مسئله اینه، مرکز ثقل ما، مبنای حرکت ما این است که در اون پروسه تحول، تحول چه شکلی به خودش بگیره، چه بخشی از انسان ها آزاد میشن و رها میشن و خوب زندگی میکنن، موندن در جغرافیا بزرگتر یا جدا شدن از اون جغرافیا. این مبنای برخورد ما به نکته که شما فرمود. یعنی میخوام بگیم کلا خودمختاری لازم نیست وقتی همه آزاد باشن، همه مساوی باشن. بله ببخشید من یادم رفت اینو بگم، ما با خودمختاری کلا فدرالیسم به یه معنا با این مخالفیم، مخالفیم به یه معنا که باید توضیح بدم منظورم چیه. ما میگیم که اگر شما اجازه بدیم مردم خودشون تصمیم بگیرن در صورتی که واقعا شرایط مثل کبک کانادا نمیخوان، حالا یه جنبش هایی تونستن را بیفتن، یه در رو بسیج کردن دیگه، ولی نهایتا مردم واقعا قانع شدن که بودنشون در کانادا خیلی بهتره به نفعشونه. ما میگیم اگه این نگاه شما باشه به حل مسئله ملی، خب این جواب مسئله است. یعنی جدا بشنم خوب زندگی میکنم، بالاخره همسایه خوبی هستیم، با هم باشیم که بالاخره جامعه رو تغییر دادیم، هم شهروند برابر کنار هم هستیم، زندگی داریم میکنیم. ولی به جای این با نقشه فدرالیسم که مرکز ثقلش خودمختاری این قوم اون قوم این ملت اصلا اون ملته، ما داریم استخون توی لای زخم میذاریم، ما داریم جامعه رو از پیش تقسیم میکنیم به نام فدرالیسم، چون فدرالیزمی که مورد نظر جنبش های ناسیونالیستیه بر اساس قومیت و ملیت آذربایجانیا، کردا، عربا، بلوچا، گیلکا، شما داریم جامعه رو از پیش تقسیم میکنیم بر مبنای هویت قومی، هویت ملی. یعنی از پیش شما مبنای تبعیض و تنش و فاصله انداختن بین مردم، تقسیم انسانها رو از پیش داریم میچینیم. چرا باید این کارو کرد؟ چرا باید؟ چه نیازی به این کار هست؟ شما دارین در، یعنی با اون جریان فدرالیست و اینا دارن به یه معنا سعی میکنن به جای تلاش به بردن جامعه به سمت شهروندان برابر و آزاد، همه با هم جامعه رو به سمتی میبرن که شهروندان بر اساس قومیتشون جدا شن و البته اون قومی که جدا شده ظاهرا اونجا میخواد با هم برابر هم باشن، که من معتقدم معمولا اونجا قرار دوباره بساط استثمار و محروم کردن اکثریت و بالاخره زندگی مرفعی عده رو سازمان بدن، همیشه اینجوری بوده. ولی در آذربایجان اون موقع دیگه کسانی که غیر آذربایجانی محسوب میشن حتما زیر ستم قرار بگیرن، در بلوچستان، در خوزستان اونایی که غیر عربن الان داخلی چارچوب جغرافیایی به اصطلاح خودمختار یا فدرالی عرب‌ها دارن زندگی کنن و ما میدونیم که ناسیونالیسم فوراً بخش دیگه جامعه رو محروم میکنه. تهران معلوم نیست چی بشه، تهران یکی از مهمترین مراکز بزرگ شهری بزرگ شهر است در دنیا که همه جور انسان با همه جور از تمام جامعه ایران اونجا جمع شدن و دارن زندگی میکنن و همیشه هم با هم خوب زندگی کردن. هیچ موقع ما در تهران تنش ملی و قومی ندیدیم. فدرالیسم این تنش ها رو در جامعه میخواد زنده نگه داره. به نظر ما این مضر به حال جامعه و نیاز نیست. شاید مثال میزنن خب جاهای دیگه هم فدرالیسم، مثلا در کانادا، در سوئیس فدرالیسمش بر اساس تعلقات قومی، هویت‌های قومی نیست. سوئیس 4 به اصطلاح ملتش زندگی می‌کنن، ایتالیا و فرانسه و فرانسوی و ایتالیایی و الان اون یکی یادم نیست و مانشام که یه اقلیت کوچیکی هستن، ولی بر اساس کانتون‌های 26 کانتون شکل گرفته، هر کانتون یه ساختار اداری جداست که بودجه خودشو داره، ولی کانتون‌ها دیگه بر اساس ترک و فارس و بلوچ و عرب یا مانش و نمیدونم فرانسوی شکل نگرفتن. خیلی فرق میکنه خودمختاری و کلن این فدرالیسم با این تصویر سراغ جامعه ایران میره که این تصویر مضر. بسیار ممنونم. شما وقتی صحبت کردین که این حکومت جمهوری اسلامی از
ناسیونالیست آریایی هم استفاده میکنه. یادم به اون آقای مشائی و احمدی نژاد افتاد که یه مدتی اونا هم پرچم این به اصطلاح ناسیونالیست آریایی رو گرفته بودن. ضمناً یه جوکی هم ساخته بودن حالا برای دوستانی که چون خود شما هم آذری هستید و اینها، امیدوارم کسی بدش نیاد، جمعه هست، ولی اگر کسانی اصرار دارن که همه اول ترک بودن و اینها، خب نتیجهش این میشه که اون جوک به وجود میاد که طرف میگه خب پس میگی حضرت آدم هم اول ترک بوده بعدن آدم شده. اینا اگه نگن اون چیزا رو به اصطلاح اون جوکای اینجوری هم درست نمیشه. ولی تا اینجا که اومدیم این ماجرای خودمختاری، فدرالیزم، استقلال به این اسامی مختلف، شما میگید همش نتیجهش این میشه که یه قومی بعدن میخواد بگه که من بهترم اینجا یا من بیشتر حق دارم. درست میفهمم اینو؟ بله من یه اشاره کنم از جوک ها هم، جوک ها جامعه ایران میدونین من نظرم اینه که کلن جوک و طنز یه بخش مهمی از جامعه است. اگر در یه جامعه مثال جوکی شما الان مطرح کردین یا جوکایی که علیه ترک ها میگن یا علیه عرب ها میگن یا شمالی ها میگن، اگر در یک جامعه سالم با مناسبات سالم در یک زندگی مرفع انسانی همه با هم دیگه دارن زندگی میکنن، حال میکنن، طنز بیاد بیرون، اون طنز برای خیلی ها ممکنه قابل فهم باشه، خیلی هم دوست داشته باشن، خوششون بیاد. مسئله اینه که جوک ها الان ده جوک ها فرق میکنه، جوک ها الان اساسا سیاسی هم و علیه مذهب و آخوند و اینا، جوک ها، جوک های قومی مخصوصا در شرایط ایران به خاطر سالها تحقیر و سالها نه فقط تحقیر، سرکوب بخشی از جامعه به خاطر قومیت معینش یا انتساب قومیت معین به اون جامعه زندگی کرده. به همین معنا اون موقع یه جوکی که مثلا ترک و یا فارس یا عرب و بلوچ و مورد حمله قرار میده آزاردهنده میشه، تبدیل میشه به محل به اصطلاح انزجار عاطفی از طرف مقابل. اگه اینجور نبود به نظر نمیشد. همین الان جوکای ترکی و لوری و اینا رو محافلی که میشینن با هم خیلی دوستن به هم دیگه میگن، خیلی هم میخندن، هیچ کس هم ناراحت نمیشه، چون تو اون جمع روانشناسی سیاسی اون جمع تحقیر هم دیگه نیست، رابطهشون اجازه میده میگن میخندن. ولی در جامعه وقتی گفته میشه ناراحت میشن، به خاطر که تداعی کننده یا جلوه ای از اون ستمی که میشه به مردم چیز شده. بعد اشاره هم بکنم به این ماجرای احمدی نژاد و اینا، من گفتم ناسیونالیسم ایرانی هم داره باد میده، خدمت میکنه جمهوری اسلامی به نظر من، و جمهوری اسلامی هم البته خیلی تلاش میکنه الان زیر باد ناسیونالیسم بخوابه و یه جوری به اصطلاح دست بگیره. چرا؟ یادون هست که احمدی نژاد رفت چفیه خودش رو انداخت رو دوش کاویان، درفش کاویانی و اینا رو برداشتن و با سربازای اخوانش عکس و اینا گرفتن، یا لوح کروش رو اینا پای همدیگه رو چیز میکردن که مثلا لوح کروش رو کی میاره از موزه لندن، البته تقلبیش رو فکر میکنن، به ایران، و کلن یه جریانی داخل حکومت اسلامی که خیلی ببخشیم تلاش میکنه خودش رو معتقد به تاریخ باستانی ایران و عظمت امپراتوری و کوروش کبیر و هخامنشی و کلن فرهنگ و ملت ایران با این چارچوب، با این دیافه، با این قالب بیاد بیرون. چرا این کار رو دارن میکنن؟ دلیلش خیلی روشنه. جنبش اسلامی و ایدئولوژی اسلامی ایدئولوژی بود که قرار شد حکومت شاه که میره، یا ناسیونالیزم سلطنت با ناسیونالیزم داره میره، این ایدئولوژی اینا رو به حکومت برسونه. و 40 سال ایدئولوژی اسلامی ایدئولوژی چسب حکومت اسلامیه. این ایدئولوژی مورد تعرض مردم قرار گرفته، نه فقط تعرض طنزی، نه فقط مثلا انتقاد و جوک گفتن، مردم در حقیقت خود جمهوری اسلامی، خود سران حکومت بارها و بارها و بارها از سونامی بیدینی دارن حرف میزنن، اینکه دیگه مذهب تو این جامعه نموند، اینکه شکست خوردن. لازم نیست من مثال بزنم، هممون خوب میدونیم که در ایران یک بکلش عظیم ضد مذهبی عموما و ضد اسلامی مشخصا
شکل گرفته و من فکر میکنم ایران، انقلاب بعدی ایران در مقایسه با انقلاب فرانسه همون نقش رو ایفا خواهد کرد که انقلاب فرانسه علیه مسیحیت سازمان یافته انجام داد و کلن مسیحیت در ایران. به نظر من این جنبش، این انقلاب بعدی، این حرکت بعدی با سرنگونی حکومت اسلامی همون کار رو انجام خواهد رو اونجا انقلاب کبیر فرانسه انجام داد. مذهب رو واقعا، اسلام رو به نظر من برای همیشه به مساجد خواهد رفت به طور قطع. خب این مثال به این خاطر زدم که حکومت اسلامی، سران حکومت اسلامی به خوبی میفهمن که دیگه ایدئولوژی خودشون تاب و توانی توشی براش نمونده و متوسل میشن به ایدئولوژی که در اپوزیسیونه، ایدئولوژی که ظاهرا قرار به عنوان بخشی از اپوزیسیون در آینده نقش ایفا کنه و در نتیجه از این سر میخوان خودشون رو از این مهلکه بی ایدئولوژی نجات بدن. و به یه معنام البته میدونن که دیفالت جامعه معمولا ناسیونالیستیه. باید اینا من تایید کنم که عموما بالاخره ناسیونالیسم انواع و اقسام و مقدسات که ناسیونالیسم، خرافاتی که ناسیونالیسم تولید میکنه به خاطر تاریخی از تاریخ نگاری و هنر و همه چی دیگه، معماری و مدرسه و درس و مشق و همه اینا، تلویزیون و همه چی رو ذهن مردم شب و روز اینو بالاخره کوبیدن و مردم، بخشی از مردم همیشه اینا رو طبیعی میگیره. مثلا وطن، سرزمین، تمامیت ارضی طبیعی میگیره. وقتی افشا میکنی، روشن میکنی که این تمامیت ارضی که تو قرار بری خودتو به کشتن بدی، زیر تانکا بری، در این تمامیت ارضی، در این خاک خودت هیچ حقی نداری، خودت محروم، خودت در گورستان میخوابی، خودت در کارتون میخوابی، اونایی که تو رو فرستادن خودشون در مرز نیستن، از تمامیت ارضی دفاع نمیکنن، میخوان تمامیت ارضی رو حفظ کنن تا بعدن این چپاولی که بی سابقه است در تاریخ، واقعا شاید گفت کم سابقه است، حتما این چپاول رو در همون چارچوب جغرافیایی که تمامیت ارضیه و برای تو مقدس کردن اینا دارن میچاپن. خودشون کوچکترین علاقه‌ای به این خاک ندارن، به این سرزمین ندارن، غیر از پول جیب شما، غیر از ثروت عظیمی که در این خاک وجود داره. بسیار ممنونم. یکی از دوستان نظری دادن، من براتون میخونم. خانم زری تنازی نشتن که اگر ایران تجزیه بشه، مثلا همه ترکا که در استانهای ایران اکنون زندگی میکنن باید با آذربایجان برن، و یا همه لورها از همه جای ایران به لرستان کوچ کنن، یا همه گیلک ها باید به گیلان کوچ کنن و کار زندگیشان را ول کنن و در استان تجزیه شده نوسازی و بازسازی کنن. سوالی نیست، فقط به اصطلاح نظر بود. ولی شما با صحبت هایی که کردین، آدم نزدیک بودن ناسیونالیست به مذهب رو بیشتر متوجه میشه و میبینه که همون جوری که مذهبم میگه فقط این مذهب هست که شما رو به بهش میبره، ناسیونالیست هم میگه فقط این ایده هست که شما رو سربلند میکنه و اینها. و تا حالا دیدیم مذهبات چه به سر مردم آوردن، ناسیونالیست هم که چند تاشو تا حالا دیدیم. در صورت من ممنونم، خیلی خوشحال شدم که با شما بودیم. امیدوارم در برنامه های آینده بیشتر بتونیم در مورد مسائل زیادتری صحبت کنیم. یه چیزی که من از دوستانم سوال کردم، گفتم خب این حزب کمونیست چرا کارگری رو یدک میکشه به عنوان پسوند، و مخصوصا وقتی که توضیح شما اینه که اونی هم که دکتره کارگره، اونی هم که معلمه کارگره، فکر نمیکنید همون حزب کمونیست کافیه و نباید کلمه کارگری پشتش باشه؟ خب دلیلش بخشن تاریخ مشخصی که حزب از بالاخره تو شکل گرفته. این حزب با اون زمانی که منصور حکمت در مقطع فروپاشی بلوک شهر که جزو رهبری حزب کمونیست ایران بود، تو اون مقطع بالاخره حزب رو تشکیل میده، انشاب و اینا هم نمی کنه، یعنی با اون حالت سنتی همیشگی این کار رو نمی کنه، خودش میاد بیرون و در صورت دعوت فراخوان میده و یه عده که هم بکرش هستن میان و بالاخره این حزب تشکیل میدن. خب مشخصا از حزب کمونیست ایران میاد بیرون و در نتیجه یه حزب دیگه شکل میده. این حزب دیگه اسمش میشه حزب کمونیست کارگری، ولی این دلیل مشخص، دلیل اصلی نیست. حزب کمونیست کارگری منصور حکمت تصورش این است که کمونیسم مخصوصا بعد از شکست
انقلاب اکتبر. انقلاب اکتبر علاوه سیاسی پیروز شد، ولی بعد از 4-5 سال مخصوصا با مرگ لنین و به خاطر اینکه ویران کرده بودن جامعه رو، میدونیم که در 15 کشور حمله کردن، برای 4 سال هم جنگ بود هم جنگ داخلی رو تحمل کردن و واقعا بخشی از طبقه کارگر رو نابود کردن، بخشی از رهبری حزب رو که بالاخره اون جامعه رو داشتن پیش می‌بردن نابود کردن. بالاخره اون جریانی از داخل حزب بولشویک اون زمان که قرار بود به اقتصاد جامعه بالاخره بعد از پایان اون جنگ داخلی و اینا پاسخ بده و جامعه رو بر مبنای اون آرمان‌هایی که داشتن سازمان بدن، یعنی همه انسان‌های اون جامعه در تولید خلاقیت نقش داشته باشن و همه هم تو اون زندگی سهیم باشن تو رفاه اون جامعه، این امکان پذیر نشد و بالاخره از لحاظ اقتصادی شکست خورد و جریان استالین رو کار اومد که هدف و ایدئولوژی و چشم‌انداز و پروژش صنعتی کردن روسیه بود اساساً، که ما بهش میگیم ناسیونالیسم روسیه اون موقع، سوسیالیسم به اصطلاح سرمایه‌داری دولتی رو اساساً استالین شکل داد. و ماجرا میدونیم استالین چه جنایتهای خودش کرد و اینا. خب منصور حکمت یکی از مبانی به اصطلاح شکلگیری حزبی که ما الان توش هستیم، حزب کنس کارگری، نقد اون نوع سوسیالیسم، اون نوع جنبشا، اون نوع به اصطلاح که بخشن در استالین متبرز شد. همچنان در خود جامعه ایران هم جنبشای چپ کم نبودن، جریان چپ تحت نام کمونیست کم نبودن، ولی خیلی از این جریانات چپ بیشتر ضد آمریکا، ضد امپریالیسم، بازگشت به فرهنگ خود، خودی بودن، بیشتر با این به معنا آرمان‌های سرمایه‌داری ملی جامعه ایران رو دنبال می‌کردن. حالا بالاخره چرا اینجور جریانات در دنیا هم زیاد بودن، اسمشون چپ گذاشته بودن کمونیست، پس به این خاطر که کمونیست واقعا معتبر بود. بعد از انقلاب اکتبر کمونیست معتبر بود، کمونیسم تبدیل شده بود به پرچم، به قالب، به اسامی احزابی که اون احزاب جنبش‌های دیگه، منافع طبقات دیگه رو واقعا دنبال می‌کردن. برای مثال خیلی از اون جنبش‌هایی که من اسم بردم، جنبش‌های ناسیونالیستی علیه استعمار که استقلال می‌خواستن، استقلال بورژوازی سرمایه‌داری خودشون رو می‌خواستن، تحت نام کمونیسم فعالیت می‌کردن، چپ فعالیت می‌کردن، چون چپ و کمونیسم معتبر بود، یعنی این اسمی شده بود. در نتیجه منصور حکمت اون موقع یکی از دلایلی که بالاخره اسم حزب کمونیست کارگری شد، یکی از دلایلش هم این بود. و نهایتاً اگه در چند جمله بگم، بالاخره حزب کمونیست کارگری معتقد اون نیرو، اون آژانس که حالا آکادمیک معمولا اون نیروی اصلی، اون طبقه اصلی که میتونه جامعه رو رها کنه و خودش رو با جامعه رها کنه، یا با رهایی خودش جامعه رو رها کنه، طبقه کارگره، یا بهتره بگم جنبش کمونیسم کارگریه. منظور به چه معنا؟ حالا این بحث مفصله. به این معنا که بالاخره کارگر برای اینکه خودش رو رها کنه باید از نظام کار مزدی، نظامی که اکثریت جامعه رو محکوم کرده هر روز پاشه بره کار کنه و از خلاقیتی که محصولی که داره درست میکنه فقط گوشی کوچیک شو به خودش رو برگردونن و دوباره زنده بمونه، دوباره بره کار کنه و ثروت عظیم به وجود بیاره، تا ترامپا به وجود بیان، تا 8 سرمایه‌دار دنیا نزدیک نصف ثروت جهان رو در اختیار خودشون داشته باشن. خب این جنبش فقط میتونه، این جنبش برای رهایی خودش باید اون نظامی رو رها کنه که اون نظام بر مبنای نابرابریه، اون نظام بر مبنای تبعیضه، نظام سرمایه‌داری، اون نظام حتی مذهب و حتی ناسیونالیسم و حتی تمام جنبش‌های ارتجاعی رو اون نظام به خاطر نیازش به وجود میاره، احتیاج داره مذهب رو میندازه جلو، احتیاج داره قوم پرستی رو میندازه جلو. خب فقط با رهایی از این نظامه که همه ما از همین اسارت‌ها و خرافاتان رها میشیم. به این کار کدوم جنبشه؟ جنبشی که نظام نمیخواد کلن زیر رو کنه، این جنبش، جنبش کمونیسم کارگریه. معناش این نیست که فقط کارگر دخالت میکنه، مطلقا معناش این بس ساده نباید بکنیم، معناش اینه که جنبشی که بر پرچمش واقعا این نوشته شده که جامعه باید از کار مزدی رها شه، جامعه باید به وضعیتی به وجود بیاد که همه شهروندان در اون در تولید ثروت شرکت کنن، حضور داشته باشن، خلاقیت اجتماعی و بالاخره محصول کار و خلاقیتشون هم مال همه باشه. در اصل من یه توضیح خیلی مختصری دادم که بسیار ممنونم. من صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم دوستان، فکر کنم
ساده ترین راه تماس با آقای ابراهیمی همین صفحه فیسبوک باشه و امیدوارم به زودی بتونیم برنامه‌ای رو مرتب داشته باشیم که این دوستان با ما باشن. ضمناً دوشنبه هم خانم شیوا محبوبی از انگلستان با ما هستن. اگر شما هم موضوعی یا نظری دارید میتونید بپرسید و مطرح کنید. ولی باز توی صحبت‌های شما، چون شما فقط گفتید 5 سال اون انقلاب طول کشید، یعنی شوروی و چین رو شما کشور کمونیستی نمیدونید، نه؟ مطلقاً روشنه. برای اینکه شوروی که بعد از اون همچنان گفتم به نیاز اقتصادی جامعه، به سوالات اقتصادی جامعه که چجوری یک جامعه سوسیالیستی رو اونجا سازمان بدن، یک جامعه که مبناش دیگه کار موزی نباشه، اساساً این نتونستن به این پاسخ بدن به همون دلایلی که من گفتم. و اوضاع دست جریان ناسیونالیست عظمت طلب روسی که طرفدار صنعتی کردن روسیه به هر قیمت بود، به قیمت نابودی بخش دیگه از طبقه کارگر، اردوگاه کار اجباری، به هر قیمت دست اون افتاد. چین هم که خیلی روشنه، چین الانش که دیگه چین از آمریکا هم کپیتالیست تره. الان تبدیل شده به میشه گفت بزرگترین، عظیمترین منبع کار ارزان و خاموش تبدیل شده در جهان سرمایه‌داری. خیلی روشنه که چین هیچ کس باورش نمیشه، قبول نمیکنه. نه فقط الان، بالاخره خود جنبش چین هم که انقلاب چین هم یک انقلاب ضد به اصطلاح امپریالیستی، انقلابی ضد فئودالی برای اینکه جامعه رو مدرن کنه، صنعتی کنه بود اساسا، نه انقلابی که مثل انقلاب اکتبر حداقل بشه گفت. اینجوری نبود. روشنه که اینا خود اینا تاپیکای خوبی میشه که در برنامه‌های آینده در مورد صحبت کنیم، چرا این جنبش ها با اون ایده های خوب به اینجا رسیدن. ممنونم از شما آقای ابراهیمی، براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنم. اگر باز موضوعی بود، فیلمی بود از این بحثی که شما هفته پیش رفته بودید یا خانم احدی رفته بودن، میتونید برای ما بفرستید. ما روی فیسبوک و توییتر و بالاترین و خود مردم تیوی با دوستانمون شیر میکنیم و امیدوارم این گفت و شنودها، این نقاط تاریخ یا صفحات تاریخ رو برای ما باز کنه تا بتونیم ازشون تجربه بگیریم و فردای بهتر داشته باشیم. خیلی متشکرم. منم خیلی متشکرم از اینکه منو دعوت کردین. زنده باشیم و براتون تندرستی آرزو میکنم. مرسی. به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای محسن ابراهیمی بودیم از کانادا و صفحه فیسبوکشون رو من یه بار دیگه نشون میدم. متاسفانه عکسای دلخراشی هم اینجا هست، ولی خب حقیقته. وقتی حقیقته، اینا هم مثل داروی تلخ که به اصطلاح سلامتی رو بعد بهمون میده، باید نوش جان کنیم. ببینید، باشون در تماس باشید. اگر سوالی دارید یا تاپیکی مورد نظرتون هست به ایشون بگید تا در برنامه‌های آینده از وجود این دوستان استفاده کنیم، از دانش و تجربیاتشون یاد بگیریم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. برنامه های تلویزیون مردم رو روی مردم تیوی.com، روی یوتیوب چنل، روی فیسبوک مردم تیوی و روی فیسبوک شخصی خود من هم میتونید پیدا کنید. و یه سیستمی هم داریم که با تلفن هم شما میتونید تماس بگیرید، برنامه رو ببینید. سعی میکنم اون رو فقط در حین برنامه های زنده داشته باشیم، چون اگه برنامه زنده نباشه و بایگانی شده باشه، خیلی آسان‌تر شما روی یوتیوب و فیسبوک میتونید نگاه کنید. ویدیوهای فیسبوک برداشته نمیشه تا زمانی که خود فیسبوک اجازه بده، اونجا میمونه. ویدیوهای برنامه‌ها به صورت بایگانی احتمالاً 1 ساعت دیگه بعد از برنامه روی یوتیوب موجود هست. باز هم از آقای ابراهیمی ممنونم و از شما دوستان که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش.